درود بر شما. 23 آذر ماه 1397 خورشیدی و 14 دسامبر 2018 میلادی. قول داده بودیم افشای مافیای بانکی و دولتی در بانک سرمایه موضوع اصلی امشب برنامه صفحه آخر. یه پرده آخر توپ هم آخر برنامه خواهیم داشت. البته بخشی از برنامه هفته گذشته درباره پروژه کوثر و سوهانک مون برای این هفته که تقدیم حضورتون خواهد شد بعد از تقدیمی این هفته درباره اعتصاب کارگران فولاد و تظاهرات هر روزشون و مهلت معینی که نزدیک 4000 کارگر فولاد اهواز به مسئولان جمهوری اسلامی دادن، در واقع اولتیماتومی که دادن. 35 روز کارگران گروه صنعتی فولاد ایران در اهواز اعتصاب کردند. حاکم شدن مافیای بانکی و دولتی بر سرنوشت مجتمع فولاد و نبود مواد اولیه برای راه افتادن همه قسمت های این مجتمع تولیدی 46 ساله اولین مجتمع تولیدی فولاد ایران بوده با نزدیک 4000 کارگر. این اعتصاب و تظاهرات هر روزه خیابونی رو باعث شده این ماجراها. تظاهرات هر روزه ادامه داره تو خیابان‌های مرکزی اهواز، جلو استانداری، جلو بانک ملی که بودجه گرفته برای راه انداختن چرخ فولاد اهواز به عنوان سرپرست این مجموعه، این مجتمع. تظاهرات جلو دفتر امام جمعه. یکی دو فیلم از فقط چهارشنبه دو روز پیش 21 آذر رو ببینین که تو این ویدیوی کوتاه اولی که دارین می‌بینین آقای جعفر پناهی رو می‌بینین، فیلمساز تحسین شده جهانی که در نظام مقدس ممنوع کار و الان که در واقع چهارشنبه که مطمئنیم طبق این فیلم که در بین کارگران فولاد اهواز و تظاهرات کارگران فولاد اهواز بود، البته فیلم میگرفتم. شعار مرگ بر مافیا رو شما هم شنیدین حتما. چهارشنبه کارگرای اعتصابی گروه صنعتی فولاد رفتن جلو مسجد جزایری. جزایری نماینده خامنه‌ای در خوزستانه. به غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و بقیه مسئولان جمهوری اسلامی اولتیماتوم دادن. تقدیمی این هفته از کارگران فولاد به مسئولان جمهوری اسلامی است. مقابله سختی با شما خواهیم کرد.
بخش از برنامه هفته گذشته مربوط بود به پروژه مسکن کوثر که زمین این پروژه با جعل سند در سال 86 تو چند ساعت دو بار خرید و فروش شد تا 14 میلیارد ریال که یعنی 1 میلیارد و 400 میلیون تومان اون موقع سود بره تو جیب چند نفر. کوهکن، برزگر، ندیمی، سه نماینده وقت مجلس، شیسیان و دست احمد جنتی در مجلس خبرگان و بفات الله صوفیان دلال زمین در تهران. ما هفته گذشته باز اسم آقای حسین ابراهیمی رئیس تعاونی وقت مسکن کارکنان شهرداری منطقه دو تهران رو آورده بودیم که از این خان کلاهبرداری بهره‌مند شدن، در حالی که ایشون به صراحت گفتن که هیچ ارتباطی با کلاهبرداری های کوهکن، ندیمی، برزگر و بفات الله صوفیان و شیسیان نداشتن. صحبت های آقای حسین ابراهیمی رو میشنویم که به این سوال هم پاسخ میدن تو این صحبت ها که 14 میلیارد ریال رو کیا خوردن از قبل جعل سند زمین در یک روز. زمین رو به عنوان مدیرعامل تعاونی مسکن شهرداری منطقه دو به مخابرات، شرکت تعاونی مخابرات تهران فروختم به مبلغ، من اینجا جلوم هست، نزدیک به 8 میلیارد تومان، یه مثلا 40 میلیون ارزون تر، یعنی دقیقا اگه میخواب به اتراج به شما بدم متری 450,000 تومان. اونها متاسفانه بعد از پرداخت 1.5 میلیارد که پیش قسط به من دادن، قسط چک بعدیشون برگشت خورد و من در تاریخ برج 9/85 اون معامله رو فسخ کردم. برج 11 دقیقاً 14/11/85 به آقای به نام صوفیان فروختم به مبلغ متری 530,000 تومان. یه مباینامه حضور شما چاپی هم آوردن پر کردیم. در این مباینامه چاپی یک بندش هست که به صورت چاپی نوشته شده، اصلا یه وقت خریدار و فروشنده توافق میکنه، ولی این بند چاپی در اون مباینامه‌ای که ما پر کردیم نوشته شده بود، من خوندم، به این صورت که خریدار در زمان محضر به هر کسی که دلش خواست میتونه بگه که فروشنده به نام اون افراد بکنه، که روز محضر هم که ما 21/3/86 بوده ایشون طی نامه کتبی به من گفت به نام آقای کوهکن، ندیمی، برزه کار بکنی. من آقای کوهکن، برزکار، ندیمی رو فقط و فقط 20 دقیقه در دفترخونه هنگام تنظیم سند دیدم، نه قبلش تلفنی تماس داشتیم نه بعدش کوچکترین تماسی با هم داشتیم. دیناری کسی دیگه پول نداده، هر کی حرف دیگه بزنه کذب محضه، حاضرم در هر محکمه ای هم جوابگو باشم. آقای فلاحتی، به مقدسات قسم، به جان بچه هم قسم، تا زمانی که شما اعلام نکرده بودید من این مبلغ 1.4 میلیارد رو نمیدونستم. البته پیش خودم فکر میکردم که مبلغ این ور اون ور شده، ولی این مبلغ 1.4 میلیارد تومان رو من اصلا در جریان نبودم تا روزی که شما اعلام کردید. یک. دو، این که این وسط دیره کی اومده خب مشخصه، لازم نیست من بگم. آقای صوفیان اومده خریده، ظرف 3 روز چک 3 تا نماینده رو به من داده. بنابراین کسایی که این زمین رو از آقای صوفیان بعد از 2 روز 3 روز میخریدن نباید سوال میکردن که چرا این زمین 1.4 میلیارد تومان گرونتر فروخته میشه. بله، آقای حسین ابراهیمی بودن، رئیس وقت تعاونی کارکنان، تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه دوی تهران. به هر حال پروژه تعاونی مسکن کوثر که با عضویت 358 نفر از نماینده ها و کارکنان مجلس اول سال 86 شروع شد، قرار بود در اکثر یک سال خونه ها رو تحویل بدن. 3 تا نماینده سابق که یکیشون هم الان در مجلس هست که متولی پروژه بودن، این 3 تا که هنوز بعد از 12 سال کل پروژه به اسم این 3 نفره، کوهکن، ندیمی، برزگر. از جمله حق بازی هایی که کردن این 3 تا، یکیش اینه که واحدها آماده شد، ساخته شد، البته بدون اینکه معلوم بشه دخل و خرج چقدر بوده. 2 طبقه، یعنی غیر از اون 360 واحد، 2 طبقه اضافی هم روش ساخته شد با پول سهامدارا.
یعنی هزینه ساخت و قیمت واحدها رو پایین نمیارن، 80 واحد اضافه میسازن و میفروشن با همون پولی که گرفتن برای هر کسی خونه تک تک بسازن، همه چی هم روشن بوده، مثلا قیمت هم روشن بوده، واحد روشن بوده فلان. 40 واحد آپارتمان با زیر نصف قیمت با خودشون ور میدارن، یا خودشون ور میدارن یا میدن به فامیلاشون، در واقع زن و خواهر زن و برادر و دوست سفارشی و غیره و غیره. واحدهای اضافی رو هم با چند برابر قیمت اولیه میفروشن، یعنی جمع که میزنی میبینی 52 میلیارد اختلاف حسابه. بعد برای فروش هر واحد هم خودشون کمیسیون ور میدارن، یعنی از پول سهامدارا برمی‌دارن به عنوان کمیسیون. یه نمونه بشنم این حرفای آقای طالبی عضو هیئت مدیره مجتمع کوثر که توی یکی از جلسات مجمع عمومی میگه 52 میلیون 54 میلیون تومان حق دلالی واسه واگذاری واحدهای تعاونی رد و بدل میشه. 52 میلیون تومان گوش کنید، 52 میلیون یکی از آقایون قبل از اینکه چیزی به من پرداخت کنند، آقا خودش اینجا هست، حق دلالی داده بودند. بعد که من مطلع شدم مربوط به 3 سال قبله، ربطی به هیئت مدیره و اینها نداره. من نامه ای نوشتم، اصلا قبلم تقاضایی نکرده بودم، گفتم آقا هر جور با اون آقا رفتار کردید با من رفتار کنید، من از شما هیچی نگرفتم. آقای چیز شما خودتون قبل از من به حساب کیستی 54 میلیون تومان گذاشته بودی؟ الان 10 میلیون تومانم از بابت نظارت میخواستی به من بدی که من نگرفتم، چرا اینو نمیگی؟ لطف کردن آقای طالبی 10 میلیون تومان بابت نظارت رو نگرفتن. اون 54 میلیون تومان هم میگن چون عضو هیئت مدیره نبودم حلال انشالله گرفتم. دلالی بوده دیگه، دلالی واسه چی؟ واسه واگذاری خونه هایی که پولش قبلا گرفته شده به صاحباشون، پیش فروش شده دیگه. چی اصلا؟ و جالبه براتون بگم که این 3 نفر کوهکن ندیمی برزگر تو تمام این 12 سال که اینایی که سهامدار این پروژه بودن و هستن و میخوان خونه هاشون رو بگیرن، میگن آقا جان بیا این پروژه رو به اسم ما بکن، چرا خونه ای که ما توش میشینیم آخه به اسم تو باید باشه؟ دعواشون الان شده، یکی از دعواشون اینه. و اینا صراحتا در مجمع عمومی گفتن 25 میلیارد تومان به ما بدین به عنوان حق مدیریت پروژه تا ما سند رو به اسمتون بکنیم. سر گردن است دیگه. دو تا اصولگرای اصلاح طلب از نماینده های چند دوره مجلس. یه نامه می نویسه بهمن 95 حسینی دولت آبادی رئیس هیئت مدیره انتخابی اعضا و علی لاریجانی رئیس مجلس و میخواد که علی لاریجانی در مقام ریاست مجلس دخالت کنه تو کار این تعاونی. هیچ صدایی از رئیس مجلس در نمیاد. نامه میره تو سطح آشقا. دو تا نماینده اصولگرای مجلس که یکیشون مشاور عالی رئیس مجلسه، این دوتا نامه های جداگانه می نویسن به لاریجانی رئیس مجلس. نامه منصور حقیقت پور مشاور عالی لاریجانی: جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس فلان فلان فلان، تاریخ نامه هست 15/8/96، نوشته با وکیل اعضای این پروژه جناب آقای اکبر اعلمی 2 جلسه نسبتاً طولانی برگزار شد، با آقایان ندیمی و برزگر از اعضای هیئت 3 نفره مذاکره شد که آقایان موضوع ادله ادامه مذاکره را به جناب آقای کوهکن احاله دادن. کوهکن که الان همچنان در مجلسه، جناب آقای کوهکن عنوان کردند که بنده به آقای دکتر لاریجانی هم گفتم که این موضوع ربطی به مجلس ندارد و ریاست مجلس نمیتواند دستور بررسی و رسیدگی را صادر نماید. گردن کلفتی و باجگیری در حد هرچی خودتون میخواین. بعد در نامه حقیقت پور مشاور عالی رئیس مجلس به رئیس مجلس آمده که پاره از نکات ابهام این پرونده عبارت است از که این پروژه به نام تعاونی نمایندگان کارکن مجلس عنوان شده اما نه به ثبت رسیده نه تابع قوانین و مقررات تعاونی رفتار شده. گردن کلفتی مال اون ستا شده. زمین خریداری شده باید به نام تعاونی میشد که متاسفانه به نام آقایان ندیمی برزگر و کوهکن است. بالغ بر چندین حساب بانکی برای پروژه تعریف شده و هر کدام از حساب ها به منظور خاصی بوده، در صورتی که پروژه صرفاً باید دارای 1 حساب می بود و تمامی ورود و خروج مالی با ثبت در دفاتر در این حساب صورت می گرفت.
موضوع اختلاف قیمت زمین در خرید اولیه همون 14 میلیارد ریالی که گفتم که معادل 1,400,000,000 تومان می باشد باید برای اعضا شفاف سازی شود. 32 واحد از واحدهای مجتمع در بین نزدیکان گروه 3 نفره توزیع و 30 واحد هم به صورت آزاد فروخته شده است. بعضی از واحدهای اضافی توسط هیئت 3 نفره به اجاره داده شده که اعضای مجتمع که مالک اصلی هستند از کم و کیف قراردادها بی اطلاعن. پارکینگ‌های اضافی توسط هیئت 3 نفره به فروش رسیده و اعضای اصلی مجتمع کم و کیف آن بی اطلاعن. پرداخت حقوق به افراد و بعضی از اعضای هیئت 3 نفره که نیاز به مجوز دارند صورت گرفته. هیئت 3 نفره خود را پاسخگوی هیئت مدیره مجتمع نمی‌داند. ساکنان مجتمع که در واقع مالکان اصلی هستند نگران این مواردند. یک، تحمیل هزینه ماهانه بالغ بر 30,000,000 تومان. همینجوری هم دارن این تحمیل میکنن. 2، عدم دریافت پایان کار بعد 12 سال. 3، به نام نشدن واحدهای خریداری شده مجتمع. 4، انجام فعالیت‌های اقتصادی در حاشیه مجتمع توسط هیئت 3 نفره که دیگه فرصت نداریم اونا رو بگیم که اینا پول این اعضا رفتن با گردن کلفتی دیگه رفتن نمیدونم مجتمع دارو صادرات و واردات دارو را انداختن، هفته پیش اشاره کردم بهتون، و شرکت های دیگه. بعد لذا پیشنهاد می شود، اینو حقیقت پور اصولگرا می نویسه، مشاور عالی لاریجانی به لاریجانی می نویسه، لذا پیشنهاد می شود 1. ارجاع مستقیم لایحه وکیل شوکات توسط جناب عالی به ریاست محترم قوه قضاییه. آقا اگه عدالتی هست خب بریم بگیرینشون دیگه. و دعوای حقوقی نمایندگان کارکنان مجلس با آقایان کوهکن، ندیمی و برزگر همچنان لاینحل باقی مانده و مناقشات و منازعات ادامه دارد و چه بسا به وضعیتی منتهی شود که به هیچ وجه به صلاح مجلس و نمایندگان نمی باشد. منصور حقیقت پور. یه نامه دیگه، محمد دهقان، 1 سال بعد، یه نماینده اصولگرای دیگه با نفوذ در مجلس، 3397 می نویسه به رئیس مجلس که می‌نویسه به پیوست نامه سال پیش مشاور عالی حضرت عالی درباره ابهامات و تخلفات پروژه کوثر. دهقان صریح می‌نویسه تخلفات پروژه کوثر. دستور فرمایی شفاف سازی شود و نمی‌شود و هیچ صدایی از رئیس مجلس در نمیاد. چرا؟ شاید ببینین، شاید یک دلیلش این باشد که پای خود علی لاریجانی و بیت رهبر معظم تو پروژه مسکن مجلس مستقیما در سوهانک گیره. پروژه نور سوهانک که حالا اون پروژه کوثر به اسم این ستاست که گفتم کوهکن، ندیمی، برزگر، این پروژه نور یا سوهانک مستقیم مال مجلسی، یعنی مستقیم 900 نفر درگیرشن، مستقیم به اندرونی رهبر معظم راه داره. 900 نفر درگیرشن چون کارکنای مجلس امتیاز مسکناشون رو فروختن به یه عده که فکر میکردن با خریدن امتیاز تعاونی مسکن کارکنان مجلس دیگه قطعا کلا سرشون نمیره و صابخونه میشن. در سالهای 90 تا 93 آپارتمانهای نور متری 2,000,000 تومان و آپارتمانهای یاس متری 3,000,000 تومان به نمایندگان و کارکنان مجلس پیش فروش میشود. مجید خلیلی پیمانکار پروژه و سهامداران اولیه نیز هر یک با دریافت 200,000,000 تومان حق الامتیاز سهم خود را به افراد متفرقه پیش فروش می کنند. یعنی یک فرد متفرقه علاوه بر اینکه بابت هر متر 2 تا 3 میلیون پرداخته تا 200,000,000 تومان هم به نمایندگان و کارکنان مجلس که امتیاز خود را فروخته اند پرداخته اند. این برای این هم میخوام برن تو مجلس بشن نماینده. ماجرا از مجلس نهم شروع میشه. سال 91 تعاونی مجلس اطلاعیه میده که قرار 450 واحد مسکونی در ارتفاعات بالای 1800 متری سوهانک ساخته بشه، کوه خاری بشه، به قرار هر متر مربع فقط 2,000,000 تومان. این تعاونی مسکن عرض کردم مستقیما مال مجلسه و قاعدتا زیر نظر مستقیم هیئت رئیسه مجلس و رئیس مجلس باید اداره بشه. ساخت و ساز خب همیشه پول سازه. 3 نماینده مجلس همون موقع، عبدالرضا مصری نماینده باختران، محمد آشوری نماینده بوشهر، سید شریف حسینی نماینده سابق اهواز که هر سه بعداً سهماشون رو 2 برابر فروختن، با علی افراشته معاون اجرایی لاریجانی رئیس مجلس و رئیس سازمان اداری مجلس به حساب
بانکی خودشون میگن که در شعبه بانک ملی مجلس باز کرده بودن این حساب رو به نام افراشته و هاشمی نسب این حساب باز میشه. میگن واریز بشود سهم ها به این حساب و تعهد میدن که 3 ساله واحد ها رو تحویل صاحباش بدن. افراشته معاون اجرایی لاریجانی برای سازمان اداری مجلس بود که مدتی است برکنار شده، الان مشاور ریاست سازمان اداری مجلس همچنان. قبلا هم ایشون مدیر کل صدا و سیمای لاریجانی توی یکی از استانا بود که با انتقال لاریجانی به مجلس اونم اومد مجلس و شد وردست لاریجانی تا امروز. پروژه تعاونی مجلس رو که اعلام میکنن میگن هر کس 35 تا 40 میلیون تومان بده عضو تعاونی میشه. قرار میشه 2 برج 35 طبقه ساخته بشه. گود برداری برج اول همینطور که میبینین انجام میشه تا سال 92، یه سال بعد کلن کار متوقف میشه. حالا پولا گرفته شده، کلی امتیازها گفتم فروخته شده به کسایی که اصلا ربطی به مجلس ندارن و فقط تا همین امروز 10% پروژه انجام شده. اول اسم پروژه رو میذارن نور، بعد سهانک، به هر حال پیش نمیره. ماجرا رو که براتون بگم معلوم میشود که گویا از اول آگاهانه هدف کلاهبرداری بوده و بس به نام پروژه مجلس. و از کلاهبرداری هم میگم یه سرش میره کجا میره بیت. نماینده های مجلس همون موقع امتیازها رو فروختن، فقط از این ماجرا سود کردن. 900 نفر آدم های عادی. بررسی ها با مراجعه به بنگاه های مشاور املاک در شهرک شهید محلاتی و قائم حکایت از فروش گسترده امتیاز های دو پروژه گروه مهندسی نور توسط اغلب نمایندگان مجلس و کارکنان آن دارد. جای این سوال همچنان باقی است که در صورتی که نمایندگان و کارکنان محترم مجلس نیازی به این پروژه ها نداشته و تنها در صدد استفاده از امتیاز آن هستند که با قیمت های 570 میلیون تومانی آن را واگذار کنند، لزوم شروع این پروژه ها چیست؟ در سال 95 و 96 سهم حدود 500 نفر از نماینده ها و کارکنان مجلس از جمله آشوری و مصری و سید شریف و حسینی، همونایی که از اول مثلا شده بودن متولی پروژه، متولیان اجرای پروژه که هر یک دست کم 2 واحد آپارتمان داشتند، تا 2 برابر مبلغ واریز به آنها پرداخت شده. اما مردم بیچاره‌ای که فریب نام مجلس و نمایندگان را خورده و امتیاز آنها را خریداری کرده و یا مستقیما به صورت پیش فروش شده از آنها و از امیر خلیلی پیمانکار پروژه و برادرش مجید خلیلی آپارتمان‌هایی را خریداری کردند، همچنان سرگردانند و نه پولشان پرداخت می‌شود و نه تکلیفشان مشخص می‌شود. حالا این یه بخش قضیه است. اساس ماجرا اینه که این زمین اولا وقفه، زمین وقفیه، ثانیاً مسکونی سبزه، یعنی حق برج‌سازی و تغییر کاربری نداره، حق برج‌سازی توش نیست، ولی با تغییر کاربری میشه مسکونی بلند مرتبه سازی تو ارتفاع 1800 متری. من مختصر تون این چیزایی که مربوط به اینه براتون بخونم. سال در اواخر دولت دهم و با فشار مقامات بالا، یعنی بیت رهبر معظم، شورای عالی شهرسازی و معماری در آخرین جلسه خود در دولت دهم در شهریور ماه 92 و بعد از تحلیف حسن روحانی با تغییر تراکم 16000 متر مربع زمین مسکونی ارزشمند سبز به 2 برج 35 طبقه مسکونی در ارتفاعات نزدیک 1800 متر موافقت می کند. یعنی همون کوخخاری که رهبر معظم گفتن دوستش ندارن، بعد گل پسرهای خودشون دوست دارن. میگم چرا؟ مالک اصلی این زمین که قبلا سوله یک چاپخانه در آن مستقر بوده، مربوط به دفتر نشر فرهنگ اسلامی است. سال 1369 سید رضا برقعی رئیس وقت دفتر نشر فرهنگ اسلامی نامه خطاب به رهبر معظم انقلاب می نویسد و پیشنهاد می کند آنچه در تصرف دفتر نشر فرهنگ اسلامی است، محل چاپخانه با کلیه ملحقات و منظمات، ملک غیر قابل انتقال تا ظهور حضرت ولی عصر باشد. این همون نامه سید رضا برقعی به خامنه ای بود. بعد
محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم در دیماه 69 همون ماه در جواب نامه می نویسه به استحضار معظم الله رسید و ایشان تأیید فرمودند. خب ایشان تأیید فرمودند چیو؟ این ملک وقفیه. این ملک وقفی که رهبر معظم از جزئیاتش خبر داره چجوری فروخته میشه به شخص ثالث و منتقل میشه به تعاونی مجلس؟ یعنی اساس کار نه با شرع آقایون جور در میاد، نه با عرف و قوانین مربوط به وقف، سرش هم رهبر معظمه دیگه. نمیدونم این فکل کرواتی و اون نمیدونم حق باز تازه ریش گذاشته و این داستانه دیگه نمیتونن بگن هست، رهبر معظم سرش، وقف دست اون بوده. صریح در نامه سید رضا برقی آمده. سید رضا برقی که زمین رو وقف کرده بود تا ظهور امام زمان، سال 75 مرد. متولی بعدی شد حاج حسین مهدیان که میگن مخالف جدی واگذاری این ملک به شهرداری بوده از همون سال 91. حقیقت ماجرا این است که اراضی وقفی 16000 متر مربعی سوهانک با تصمیم هیئت امنای جدید دفتر نشر فرهنگ اسلامی به شهرداری واگذار میشه. هیئت امنای جدید دفتر نشر فرهنگ اسلامی رو خامنه‌ای تعیین کرده است، چون قبلیش مال زمان قبل از انقلاب و زمان بعدم زمان خمینی بود. اینا منصوب رهبر معظمن. کیان؟ آیت الله رسولی محلاتی، مسئول وجوهات و مسائل شرعی دفتر رهبری. سید علی غیوری، نماینده ولی فقیه در شهرداری که سال 93 مرد. سید رضا تقوی، نماینده ولی فقیه و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه. محسن قرائتی، نماینده رهبری و مسئول ستاد اقامه نماز. علی لاریجانی، رئیس مجلس. غلام علی حداد عادل، رئیس سابق مجلس و پدرزن مجتبی خامنه ای. ناصر باهنر، برادرزاده محمد رضا باهنر، مشاور عالی علی لاریجانی و عضو مجمع تشخیص. محسن رفیق دوست، رئیس سابق بنیاد مستضعفان، متهم پرونده مالی در تعاونی مسکن دانشگاه تهران و تبریز. علاءالدین میر محمد صادقی، فعال اقتصادی مؤتلفه. محمود لولاچیان، از قدیمی های مؤتلفه، پدرزن میثم خامنه ای. و محسن چینی فروشان، راوی زندگی نامه علی خامنه ای. خب چی شد در مجموع؟ دو تاشون پدر عروسای پیشوان، چهار تاشون نماینده پیشوان، یکیشون زندگی نامه نویس پیشواست، یکیشون همین علی لاریجانی رئیس مجلسه که عرض کردم پاش جایی دیگه هم گیره، یکیشون مشاور عالی رئیس مجلسه. این جمع که 80% مستقیم با رهبر معظم ارتباط دارن و خود رهبر منصوبشون کرده به عضویت در هیئت امنای دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ملک وقفی 16000 متری متعلق به این دفتر رو میفروشن. یعنی واقعا از بنیاد خرابه ها، نه دینشون، نه شرعشون، نه عرفشون. قبل از اینکه این هیئت امنا رو خامنه ای منصوب بکنه، از اون هیئت امنا رو که براتون گفتم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی که دهه 50 تاسیس شده بود، هیئت امنای دیگه ای داشت، اشاره کردم که تنها یه نفر از اونا مونده، حاج حسین مهدیان که مسئول انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی است، از همون سال 90 مخالف فروش ملک وقفی مجموعه بود. بارها گفته که آقای خامنه ای هیچ سندی ارائه نکرده که وقف این ملک لغو شده باشه، بنابراین فروش این ملک غیر قانونی و غیر شرعی است و مسئولیتش گردن آقای خامنه ای است. ببینین این فقط دعوای شرعی نیست، فلان نیست، فقط یه قلم به اسم پروژه تعاونی مسکن نور سوهانک 45 میلیارد تومان آهن مثلا خریدن میلگرد، برای این پروژه یک دونه یک سانت میلگرد نیومده به پروژه، چکا برگشت کرده، پولا خورده شده، سندشو دیدین کجا رفته پول؟ حالا اون 900 نفر که امتیاز این خونه ها دستشونه، بدون دنبال پولش.
ببینید درباره بانک سرمایه از اول ببینید چجوری به وجود میاد این بانک. به عنوان بانک خصوصی سال 84 تأسیس میشه، حدود 40% سهامش مال شهرداری بود، دور قالیباف. 150 میلیارد تومان که خودش داستان طولانی داره این وسط رفت. قالیباف میاد کل سهام شهرداری تو بانک سرمایه رو به اسم بهروز ریختگران میکنه در قبال تأمین میلگرد و آهن مورد نیاز شهرداری. بهروز ریختگران و کل خانواده ریختگران بانک سرمایه رو صاحب میشن به عنوان تخت پرش کلاهبرداری های کلون بعدی. یه قرون نمیدن، یه سانت میلگردم نمیارن. ریختگران قبل از اینکه میلگردی تحویل بده سهامدار میشه، سود سهام سال قبل رو هم میگیره و خیلی زود کار به اختلافات جدی کشیده میشه. آقای ریختگران اعتقاد داشت که من 80000 تومان میلگرد آوردم توی انبار عدل اکبری گذاشتم و شهرداری نمیاد تحویل بگیره. بانک عدل اکبری یه رسیدی رو امضا کرد و تایید کرد که معادل حدود 79800 تن میلگرد وارد این انبار شده و در این انبار موجوده. اینو آقای ریختگران برداشت به شهرداری با یه نامه ارسال که من میلگردام حاضره، شما بیاین تحویل بگیرین. نیروهای شهرداری مراجعه کردن، دیدن میلگردی وجود نداره. روزی که مراجعه کردن گفت شما دیر کردین، اینا میلگردا رو برگردوندن 80000 تومان میلگرد. بیتین را دید که بیاد از طریق همون اعمال نفوذی که در مجمع بالادستی داشت بیاد و کار رو بره یک طریق دیگه می‌خواست جمع کنه. مجبور کردن سازمان سرمایه‌گذاری بیاد تن به یک توافقنامه‌ای بده برای داوری. من به عنوان نماینده تامل اختیار شهرداری تهران یک طرفه قرارداد داوری قرار گرفتم و آقای دکتر زرقامی رو آقای ریختگران به عنوان داور مقابل ما داد. جالبه که رئیس کانون کارشناسان خود استان تهران آقای دکتر بهرام‌علی خود رئیس این هیئت قرار میگیره. این موضوع کارشناسی 100% به نفع شهرداری تهران رای میده. خب ایشون آقای اصغر شکری بودن نماینده تامل اختیار شهرداری در موضوع بانک سرمایه، اختلاف با بانک سرمایه. نهادهای بالادستی آخرش نمیذارن، حتی بر اساس گزارش کارشناسی رسمی که آقای شکری فرمودن دادگاه علیه ریختگران ها حکم بده. این نهادهای بالادستی که پشت ریختگرانن و به قاضی امر و نهی میکنن و قوه قضایی و شهرداری و شورای شهر و صدا و سیما همه تو مشتشونه، کیان همه میدونن بیت رهبر معظم. فقط یه نمایندشون رو شنیدیم دیگه، آقای زرقامی که سالها رئیس صدا و سیما بود، منصوب رهبر بود در صدا و سیما، از سپاهیهای قدیمی محبوب رهبر، اون میشه نماینده ریختگران ها، یعنی نماینده یک کلاهبردار کلان، دومین بدهکار بانکی کشور که فقط با رانت بیت رهبر میتونست این همه کلاهبرداری کنه و به این همه ثروت برسه که کلیش از کشور خارج شده. فقط یک قلم 170 میلیارد تومان به اسم دو تا شرکت کاغذی اماراتی ریختگران ها فرستادن امارات و اعلام کردن پتروشیمی اصفهان برشکست شد. دستایی بودن که نذاشتن این رأی داوری اعمال بشه، اجرا بشه. من یه روزی تو دفترم بودم، دیدم از دفتر مدیر عامل به من زنگ زد سازمان سرمایه گذاری که شما بیاین دفتر مدیر عامل و پرونده بانک سرمایه هم اگر میشه خلاصش رو بیاره. و من رفتم بالا، دیدم که یکی از اعضای شورای شهر به تو آقای ریختگران و یکی دو نفر دیگه هم همراهشون بودن، من نمیدونم اینا کی بودن. و اون عضو شورای شهر به من گفتش که اگر وضو نداری بریم وضو بگیریم، این توافق رو با وضو بنویسیم. من گفتم که من وضو دارم، اگر شما نداریم بریم وضو رو بگیریم. بعد نشستم و شروع کردم به این که شما حقوق این فرد رو که پشتوانه اسلامه، پشتوانه نظامه، همه رو تضییع کردیم و مسئولیم. او ما رو مؤاخذه میکرد که شما مسئولی نسبت به اینکه حق این فردی بود. گفتم آقای دکتر ایشون بابت این موضوع چند ریال پول آورده تونست این سهام بخره؟ که مواجه با سکوت شد، چون پولی واقعا نیاورده بود. گفتم شما میگین در رابطه با اینکه ایشون میلیگرد 80000 تومان آورده ما تحویل نگرفتیم، اینم جعلی که اقرار این فرد که مبنی من این 16 میلیون تومان از آقای ریختگران رشوه گرفتم تا اینو نوشتم. من در اون دفتر بنگاه عدل اکبری شخصا جلوی من این اظهارات رو نوشت این شخص. گفتم پس شما چه توجیهی دارین؟ کاری که نکرده، پولی که نداده، سهامی که گرفته، سودی که گرفته. ببینین معدود آدمایی که خواستن تو این نظام فاسد با فساد مقابله کنن کله پا میشن، مثل همین آقای اصغر شکری.
دو روز بعد، سه روز بعد به من زنگ زد و شروع کرد به تهدید کردن که شما نمیتونین اینجوری برخورد کنین و منو تهدید کرد به اینکه شما دیگه اونجا نباشین به نفع شماست. در سال 1390 به من تهدید کرد. خود آقای ریختگران صراحتاً به من توی پلای دادگاه تجدید نظر به من گفته بود که من کاری میکنم تو رو از این پست بردارن، تو رو برکنار کنن و همین هم شد. ایشون دوستان ما به ما گفتن که بهتر یه مدت استراحت کنیم و یه چند سالی رو رفتیم برای استراحت. ریختگران از بانکی که 40% سهامش رو بدون یک قرون پول گرفته بودن به اسم این و اون صدها میلیارد تومان وام و تسهیلات میگیرن و پس نمیدن. یک قلم 250 میلیارد تومان به اسم شاگرد یکی از مغازه های شوهرخواهر بهروز ریختگران سهامدار اصلی بانک سرمایه گرفته میشه. اشکان ترخورانی شوهر خواهر برادران ریختگرانه که خیلی از کارهای بانکی و اداری این خانواده توسط اون کار پردازی میشه. میره تو حساب شوهر خواهر آقای ریختگران، از اونجا میره صرافی، از صرافی دیگه نیستش. با اضافه کردن این 250 میلیارد به حدود 622 میلیاردی که ریختگران ها پیشتر به طور مستقیم و به اسم خودشون از بانک سرمایه وام گرفتن و پس ندادن، در مجموع این خانواده چیزی بالغ بر 872 میلیارد تومان به بانکی که خودشون سهامدار عمده اون هستن بدهکارن. خب حالا مثلا یکی دوتا ریختگران ها رو گفتن گرفتیم و چند سال حبس بهشون دادیم و از این حرفا، که نمیدونم، حس شخصیه، من هیچ وقت باور نمی کنم این حبس رو با این آدم. اون ماجرای دیگه ایست که باید به موقع بهش پرداخت. چیزی که اینجا میخوام بگم اینه که همین شیوهی که از این تیکر رو آوردیم که بگم، همین شیوهی که از اول در بانک سرمایه ریختگران ها استفاده میکردن برای کلاهبرداری، همین شیوه رو مدیران فعلی بانک سرمایه هم استفاده میکنن. پرداخت تسهیلات به بانک سرمایه و از بانک سرمایه به صورت شفاهی و تماس تلفنی و دستوری بدون ثبت تو سیستم حسابرسی، دور زدن پول تو حساب آدمایی که اصلا مال بانک نیستن و انتقال پول از حساب اونا به حساب یکی از مدیرای بانک. 20 آبان 96 محسن هادی مسئول وصول مطالبات اداره حقوقی بانک سرمایه از بدهکار به حساب محمد علی هادی پول واریز میکرده و بعد اون نیز به حساب برادرش پول میریخته است. اینا بدهی بدهکاران نیست، یکم مسیرهای رشوه است که بدهکارهای بانک میدن برای اینکه هی پرداخت عقب بیفته، پرونده مسکوت بمونه. یک صورت حساب رو برای نمونه ببینیم. از سال 1386 باز پرداخت وام 827 میلیارد تومانی رو کش میدن تا امروز. باید مثلا باز پرداخت میشد تو سه قسط. هی تأخیر میزنن، جریمه تأخیر بهش اضافه میکنن، نرخ سود رو حساب میکنن و آخرش اینه. آخرش اگه یه بار دیگه اونو نشون بدیم من میخونم. آخرش اینه. چون بابت مبالغ پرداختی اهم از اقساط پرداختی و واریزی نمیتوان مبالغ تاریخ‌های تقسیطی سال 86 را با تقسیطی سال 89 مقایسه کرد و پایا پای در نظر گرفت و پس از محاسبه سود تأخیر مبالغ موجود حتی پاسخگوی سود تأخیر نمیباشد، پس مبلغ کل بدهی مدیون را برای محاسبه سود تأخیر باید در نظر گرفت. یعنی چی؟ یعنی باز برای بار هزارم سود تأخیر رو حساب کنین، البته برین نقطه اول کل بدهی رو بگیرین، نه سودهای بعدی رو که اومده روش. سود تأخیر رو حساب کنین، بنویسین فعلا همین. نوشتین دیگه، چی میخواین؟ پول بدهی به بانک بالای 800 میلیارد تومان، اونم سال 86 گرفته، مهم نیست بابا. انقدر اینا هستن تو بانک سرمایه. 133 میلیارد تومان تسهیلات میدن به یه نفر، بعد چند سال تازه میاد مثلا درخواست بخشودگی جریمه تأخیر رو میکنه، مدیر عاملا با یه تلفن موافقت میکنه. اصلا این وام و تسهیلات برای چی به یک نفر داده میشه که مدیر عامل با یه تلفن دستوری موافقت بکنه؟ 133 میلیارد تومان. مدیر عامل کیه؟ علیرضا پویانشاد، مدیر عامل عضو هیئت مدیره، بچه سیمتری جی تهران، با مدرک دیپلم کارمند بانک سپه بود، خبرچینیش و همکاری با حراست بانک همه میدونن، باعث بیکار شدن کلی از پرسنل شد، منتقلش کردن، جایزه بهش دادن به سرپرستی منطقه، توی مدت کوتاه یه مدرک لیسانس گرفت یا بهش دادن تا بازنشست شد. بعد از بازنشستگی رفت بانک پارسیان و اقتصاد نوین و پاسارگاد و الان هم که مدیر عامل بانک سرمایه است.
بقیه کسایی که تو پورتال بانک سرمایه به عنوان مدیرای ارشد می‌بینین، علیرضا اکبری ماسوله رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه، امجد خضری نایب رئیس هیئت مدیره، فرج الله قدمی قائم مقام و عضو هیئت مدیره و یار قار مدیر عامل علیرضا پویانژاد از اولی که اینا تو بانک سپه بودن با هم دیگه، و حسین موفقی اردستانی عضو هیئت مدیره. کسای دیگه که در مدیریت این بانک دستشون توی کاسه است: حبیب الله احسانی نیا رئیس حراست بانک سرمایه، اون قد بلنده که بغل علیرضا پویانشاد وایساده، بدون هیچ مدرک دانشگاهی، سابقه بانکی، معلم مدرسه، راهنمایی بوده تو کردستان، بعد از طریق یه نفر به نام زمانیان که رئیس حوزه مدیریت بانک سرمایه است با سیف مدیر کل قبلی و فاسد بانک مرکزی آشنا میشه، بعد میره بانک مرکزی، اونجا میشه مسئول دفتر اداره انتظامات و بعد رئیس حراست بانک سرمایه که تو جلسات هیئت مدیره معمولا شرکت میکنه. محسن هادی معاون اداره حقوقی که قبلا اشاره داشتم ایشون مسئول وصول مطالبات اداره حقوقی بانک سرمایه، ناهید مونسان مدیر روابط عمومی بانک سرمایه، خواهرزاده حسن روحانی رئیس جمهور، خواهر علی اصغر مونسان، سه تا شرکت تبلیغاتی داره تو جردن که انشالله با رانت به دست نیاورده. عکس ناهید مونسان رو ما نمیم داریم اینا. به هر حال شوهرش علی اصغر مونسان انحصار تبلیغات تو نظام بانکی دست ایشون. چند فقره از دزدیای این مافیای حاکم بر بانک سرمایه و حواشی رو خدمتتون بگم تون تون تو این فرصت باقی مانده. سال خب خانم ناهید مونسان از بستگان نزدیک حسن روحانی حقوقدان بانک سرمایه. سال 95 بعد از تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان و زنش و پسر زنش رو میگیرن به اتهام اختلاس، همون قندالی ها رو که گفتم قبلا. بانک سرمایه زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیانه که خود بانک سرمایه چند تا شرکت زیر مجموعه داره که خود اونا زیر زمین دزداست. مدیرای بانک سرمایه هم طبیعتا وقتی که آقای به طور کلی اون تغییر تحولات میشه در سال 96، تغییر تفحص میشه در صندوق ذخیره فرهنگیان، مدیرای بانک سرمایه زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان که دولتی است، مدیرای شرکت‌های زیر مجموعه بانک سرمایه هم اردیبهشت 96 عوض میکنن و قبل از اردیبهشت 96 بله عوض میکنن. به هر حال اردیبهشت 96 مدیر عامل جدید یکی از این شرکت ها که اومده بود در واقع فسادیابی بکنه که زدن انداختنش بیرون بدن. یکی از این شرکت ها شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قش. گزارش میده از وضعیت این شرکت که نمونه ایست از پولشویی و شرکت های سوری بانک سرمایه. آقای علی انگجی طبق گزارش ایشون مسئولان بانک سرمایه شرکت‌های سوری درست می‌کنند و به اسم این شرکت‌هایی که اصلا وجود ندارن صدها میلیارد تومان از بانک برداشت می‌کنند، می‌ریزن به حساب‌های شخصیشون. نوشته‌اند ایشون در گزارششون ترکیب افرادی را که در شرکت مهرماندگار سیوان تو کادر مدیریتن ببینین: علیرضا خانی رئیس هیئت مدیره، برادر مدیر عامل سابق بانک سرمایه، جواد بزاز مدیر عامل شرکت مهرماندگار و همزمان مدیر مالی شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قش، هر دو کاغذی و سوری ان این شرکت ها، علی مقدم پسر اسماعیل مقدم رئیس وقت هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قش، همون شرکت الکیه، به عنوان عضو هیئت مدیره و بعد هم مشاور شرکت مهرماندگار سیوان، خانم بهادری نژاد دختر قباد بهادری نژاد معاون بانکی بانک سرمایه به عنوان مدیر روابط عمومی شرکت مهرماندگار سیوان، محل ثبت شده شرکت مهرماندگار سیوان همان محل ثبت شده شرکت توسعه تجارت سرمایه‌دار پایدار قشمه. گزارش از صورت جلسه های مدیره میدن که هیچ وقت این جلسه ها برگزار نمیشه. آقای جواد بزاز علاوه بر مسئولیت مدیر مالی شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قش، مسئولیت مدیریت امور اداری این شرکت و معاونت اجرایی شرکت و همچنین مدیر عاملی شرکت مهرماندگار سیوان را بر عهده داشته است، یعنی هر دو تا شرکت سوری رو.
برای بنده جالب بود که آقای قباد بهادری نژاد معاون بانکی بانک سرمایه تاکید بیش از حدی به حل مسئله جریمه 32 میلیارد تومانی بابت مالیات بر ارزش افزوده سال 91 و پرداخت 60 میلیارد ریالی به آقای بزاز برای حل آن داشتند. به اونا بپردازیم، به آقای بزاز، در حالی که با بررسی‌هایی که انجام دادن مالیات تمامی سالها و به خصوص سال 91 پرداخت شده بود، هیچ ابلاغیه‌ای از سوی اداره دارایی برای شرکت ارسال نشده بود و تنها مدرکی که مسئول مالی بانک سرمایه به آن استناد می‌نمودند نامه خود آقای جواد بزاز بود. جالب‌تر این که مبلغ 320 میلیارد ریال توسط خود آقای بزاز محاسبه و اعلام شده، نه اداره دارایی. نامه می‌نویسه، فشار میاره، میگه آقا پول به این آدم، به این شخص حقیقی 320 میلیارد ریال بده. همینجوری به دروغ. عرض کردم علی انگجی که این گزارش رو تهیه کرده بود و همه کارمندایی که او آورد به شرکت فروردین 96 اخراج شدن، یعنی درست با شروع مدیر عاملی علیرضا پویانشاد در بانک سرمایه. ببینین این لیست شرکت های بدهکار کلان به زیر مجموعه بانک سرمایه است در سال 96 دوره همین علیرضا پویانشاد. دو تا اولی که گفتم سوریه و فقط به اسم این دو تا از بانک پول برمی‌دارن، یه قلم 80 میلیارد تومان، یه قلم دیگه 245 میلیارد تومان. بذارین چند خط از گزارش تحقیق و تفحص مجلس رو من براتون بخونم. بانک سرمایه مبلغ 800 میلیارد ریال با نرخ 5% به صورت تسهیلات در بچه کارگزار پرداخت کرده است، بدون آنکه در توافقنامه اصلاحی تعهدی در این خصوص داشته باشد. شرکت کارگزار در ابتدا با نام فاز رایانه ماندگار بوده که بعداً به شرکت فراز آفتاب کاسپیان با همان شماره سب تغییر نام داده، ضمن اینکه موضوع فعالیت‌های شرکت فراز رایانه ماندگار در زمان عقد قرارداد با ماهیت قرارداد منعقده همخوانی نداشته است. ببینید این تغییر نام شرکت‌ها فقط برای پولشوییه. شما میان یه شرکتی رو سب می‌کنین، برای اینکه وقت نداریم من باید سریع برم روی اسناد دونه دونه. یه شرکتی شما ثبت می‌کنید، بعد که مثلا بادوم هم کنین، بعدن میرین باهاش هروئین هم می‌کنین، خدا نکنه این کارو بکنین، بعد اسمش هم می‌ذارین حمل بادام مثلا، بعد یه مدت اون حمل بادام هم اسمش عوض می‌کنین که وقت لو نره با ادامه کار، حمل بادام می‌کنین، این دفعه مثلا حمل خاویار فرض کنین و هیچ کدومش هم وجود نداره این شرکتو. این همین کاریه که بانک سرمایه داره می‌کنه و کرده در تمام این مدت. خب ببینین، من چیزایی که میخوام خدمتون عرض بکنم، سند بلور، بله، طبق این سند که امیدوارم سند 315 رو پیدا بکنیم، طبق این سند پول از حساب شهران چوب و آب معدنی بلور واریز میشه به حساب خانم اسماعیلی نسب کارمند بانک، اونم پول رو انتقال میده، بخشیش رو به حساب محسن هادی. بعد یه لیستی هست که نشون میده که پولی که از شهران چوب و آب معدنی پلور واریز شده به حساب خانم اسماعیل نسب، اونم پول رو انتقال میده به معاون آقای بهرام درویش، معاون حقوقی وقت بانک سرمایه، محسن آهادی معاون اداره حقوقی بانک سرمایه، و تقسیم میکنه بین کارمندهای فاسد قسمتشون. این سند نشون میده که پول از حساب بدهکارهای بانکی به حساب ابوالفضل هادی، برادر محسن هادی، معاون بهرام درویش، یعنی پول حق و سکوت میومده و شاید هنوزم میاد. ابوالفضل هادی هم که اصلا تو بانک نیست، چرا باید به حساب اون بره؟ این ضمانت نامه که سوری بودنش توسط دادسرای پولی بانکی ثابت شده، توسط علیرضا پویانشاد و اسفندیار پور داوود رئیس بازرسی بانک نادیده گرفته میشه. ضمانتنامه شرکت آذر جدید الوند مبلغ 600 میلیارد. این شرکت هم از همون شرکت هایی است که وجود نداره، در واقع 600 میلیارد ضمانت رو همینجوری میدن بره. مسئول گزارش دهنده که امضا رو لاک گرفته، اگه پایین اون سند رو دیده باشین برکنار میشه. بعد یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت نیای محسن ملکی معاون بانک سرمایه که بسیار پرونده روشنی داره، یکی از اعضای هیئت مدیره این شرکت دروغی که اصلا وجود خارجی نداره ایشون، محسن ملکی معاون بانک سرمایه، تو بررسی‌هایی که می‌کنن درباره اون 600 میلیارد
در پیوند با همین شرکت دروغی که ایشون آقای محسن ملکی هم عضو هیئت مدیرشه، شرکت آذر جدید الوند، خود استعلام گیرنده مشکوک بودن این شرکت رو تایید میکنه و عدم تعهداتش رو، اینو گزارش عملیات مشکوک و عدم تعهداتش رو تایید میکنه. اما آقای علیرضا پویانشاد مدیر عامل اهمیتی نمیدن، 600 میلیارد پوله این وسط. و بعد ببینید یه نکته رو من بگم در انتها، حضور پررنگ حاج آقا بهرام درویش قاضی بازنشسته که میگن من اصلا روح هم از این تسهیلات سوری با خبر نیست، امضاشون رو همین سند قبلی را این نشون بدیم، امضاشون رو میبینیم، اخذ مجوز برداشت، تا بعد برسیم به این بیرول بهرام درویش. بله میتونیم بیایم پایین یا فقط همین قسمته ببینم که آیا بله سودابه مرادپور معاون فلان رونوشت امضاشون نیست، رونوشت جناب آقای بهرام درویش رئیس محترم اداره حقوقی فلان اینا. خب مگه میشه یه همچین مبالغی چپاول باشه و شما ندونین؟ آقای بهرام درویش که برام نوشتین فقط 4 ماه در سال 95 معاون حقوقی بانک سرمایه بودیم و بعدش تا امروز بازنشسته، اینو هیچ شغل حکومتی نداشتین و ندارین، چجوری در 3 تیر 96 با حکم معاون وزیر دادگستری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی منصوب شدیم؟ وقت نریم بریم پرده آخر. زکریا می اومد میدید افطار و سحرش به نص قرآن کریم کنار محرابشه، میگفت انا لک هازا مریم، این قضا افطار و سحر تو کی میاره؟ گفت ملاکه از آسمون میارم، این مریم است، این مریمه. جبرئیل ارسلنا، سوره مریم است، ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. خدای منان میفرماد من جبرئیل را به صورت انسان فرستادم، گفتم فنفخنا فی، برو فوت کن توش، عیسی ابن مریم حامله شده. ببخشید، ببخشید. شب و روزگار خوش.